سلام، شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. شش صبح سه‌شنبه 14 مرداد ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است، برابر با 9:30 دوشنبه شب 4 اوت یا آگست 2014 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان، در گفتگوی هفتگی امروز همراه میشیم با آقای اشکبوس طالبی، مدرس روانشناسی، و میپردازیم به روانشناسی شکنجه. شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید. و سه‌شنبه صبح هست به وقت ایران و امروز بخش دوم گفتگوی جدیدی رو از اینجا استودیوی صدای آمریکا تقدیمتون میکنیم، درباره شکنجه، شکنجه دادن و شکنجه‌گر. همراه آقای اشکبوس طالبی، مدرس روانشناسی. آقای طالبی گرامی، خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون. خیلی ممنون که بازم منو دعوت کردید به برنامه‌تون و از فرصت استفاده می‌کنم. سلام می‌کنم به تمام بینندگان شما، چه در ایران و چه در خارج از ایران. امیدواریم که امروز بحث خوبی داشته باشیم، گرچه شکنجه بحث شیرینی نیست. نه، اصلا و ابدا. اون هم این موقع صبح که در ایران پخش میشه، متاسف هستیم، ولی به هر حال فرصتی است که این موضوع‌ها در میون گذاشته بشه، مطرح بشه. آقای طالبی، وقتی صحبت از شکنجه میشه، اغلب توجه ها میره به سمت اینکه خب زندان و شکنجهگران رسمی حکومت های مستبد و اینها، اونها هست، همه اونها هست. جلسه پیش هم توضیحات مفیدی دادیم برامون. لابلای صحبتون چند بار اشاره کردین که اینهایی که شکنجهگر میشن در نهایت از اول آدم های عادی مثل من و شما بودن، و صحبت به اینجا کشیده شد که از کجا معلوم، طبق تعریفی که شما در اون نوشتتون دارید، از کجا معلوم ما افراد عادی هم که به نظر خودمون داریم زندگی عادی میکنیم، روزی روزگاری مرتکب شکنجه نشده باشیم؟ این رو چطور برامون توضیح میدین که مثلا فرض کنید من ماهمانی شب عذاب وجدان نداشته باشم که آیا احیانا جایی نکنه من کسی رو ناراحت به معنای شکنجه کرده باشم؟ تفاوتش چه هست؟ ناراحت کردن کسی احیانا، یا تنبیه کردن، یا تنبیه کردن به عنوان پدر و مادر یا بزرگتر، با شکنجه؟ سوال بسیار خوبیه. خیلی وقتا خانواده ها این سوال هم از من کردن. برای اینکه ما مشخص بکنیم بین تنبیه و شکنجه چه تفاوتی هست، شکنجه باید 3 خصیصه رو داشته باشه. یکی اینکه باید سیستماتیک باشه، یعنی فقط یک بار بچه رو اگر بابا عصبانی میشه یا کتک میزنه، به این معنا نیست که با این یک بار اختلال در حواس بچه ایجاد میشه یا اختلال در شخصیتش یا اختلال در تفکرش. اما اگر این کتک زدن تبدیل بشه به یک سیستم تربیتی دراز مدت، پس باید سیستماتیک باشه. یک، و حکومت ها هستن که سیستماتیک شکنجه میکنن، نه خانواده ها. دو، باید دراز مدت باشه. حتی با یک بار که یک انسان رو اگر ما حتی ببریم در یک زندان مجرد بذاریم، با یک روز ممکنه هیچ اختلال شخصیت برای این زندانی به وجود نیاد، اختلال حواس هم به وجود نیاد، چون یک روز زمان کافی نیست که ما این رفتار را تحت نام شکنجه قلمداد کنیم. حداقل باید یک زمان چند هفتگی، یک ماه، دو ماه، این شخص را مثلا در زندان مجرد نگه داشته باشیم، از آب و غذا و نیازهای اولیه‌اش و نیازهای روانیش محروم بکنیم تا بگیم که این شکنجه است. سوم این که intensity of the torture means، معنیش اینه که چقدر شدت داره این کار ما. اگر این کار از حالت نرم بگذره، یعنی ما بخوایم کسی را واقعا آسیب بهش برسونیم و دستش بشکنیم، زندگیش فلج بکنیم،
اون دیگه میشه دیگه از اون حالت تنبیه میاد بیرون. پدر و مادر خب بچه هاشون رو تنبیه میکنن، بعضی وقتا نمیدونن اثر این تنبیه چیه و در کنارش بچه هاشون هم دوست دارن، در کنارش هم ممکنه که ساپورت بکنن و یک بار دو بار این کار انجام بشه، ولی اینا نمیتونیم به عنوان تنبیه که هیچ چیز تربیتی هم متاسفانه نداره، ارزش تربیتی نداره، که خود شما میتونیم در بعدن در یک بحث تربیتی مطرح بکنیم. پس سه عامل رو ما باید در نظر بگیریم، یکی سیستماتیک بشه، دوم این که دراز مدت باشه، سوم هم این که شدتش خیلی بیشتر حد نرمال باشه. بله، بنابراین این سه ویژگی رو اگر نداشته باشه دست کم اسمش شکنجه نیست. ممکنه ناراحت کردن، تنبیه کردن یا چیزایی به هر حال بازم ناخوشایندیه، ولی اسمش دست کم شکنجه نیست. چرا؟ برای اینکه شکنجه منجر میشه به دو احساس آدم شکنجه شونده، دو احساس بهش دست داره. یکیش هوپلسنس، یکیش هلپلسنس، یعنی ناامیدی مطلق و بی پناهی مطلق. یعنی اگر کسی که مورد شکنجه واقع میشه، در پروسه این شکنجه، در پروسه این به اصطلاح خشونت به این حد برسه که من هیچ راهی دیگه برای چیز ندارم و هیچ امیدی ندارم، این پدر برای من پناهگاه نیست، بنابراین میتونه خونه رو ترک بکنه و فرار بکنه از خونه، اون وقت است که دیگه میشه مصداق شکنجه. در رسانه ها گاهی این خبرها درز میکنه، یعنی ممکنه خیلی بیشتر باشه ولی گاهی بعضیاش مواردیش درز میکنه در رسانه ها که مثلا فرض کنید پدری مادری کسی فردی، حالا آدم دلش نمیاد بگه پدر مادر چنین میکنن، مثلا بچه رو مدت زیادی زندانی میکنن در زیرزمینی چیزی، یا مدت زیادی از قضا یا یه چیز خاصی محروم میکنن اینها. بنابراین وقتی که تکرار بشه و نظاممند بشه به گفته شما، سیستماتیک بشه و به قصد این موضوع شدت و حدت هم داشته باشه که آسیبهایی که برشمردید رو بر جا بذاره، اون موقع دیگه واقعا شکنجه است. اون دیگه شکنجه است. اگر در کشوری مثل کشورهای غربی باشه یا تا آمریکا باشه، پلیس دخالت میکنه و بچه رو از خانواده میگیره و خود بچه میتونه زنگ بزنه پلیس. بنابراین اون دیگه واقعا از حد متعارف تنبیه یا دادن انضباط گذر میکنه و تبدیل میشه به اختلال عمیق در وضعیت طبیعی زندگی کودک. البته خانواده ها، ما دو نوع شکنجه هم داریم خانم رحیمی. خانواده ها معمولاً شکنجه های جسمی میکنن، یه سیلی میزنن، کتک میزنن، تنبیه میکنن. و شکنجه های جسمی برای بزرگتران همینطوره، حتی تو زندان ها هم همینطوره. شکنجه های جسمی درسته که اثر داره، خونی میشه و دست میشکنه، عرض کنم به خدمت شما، آسیب های زیادی به بدن وارد میشه، ولی زودتر هم ترمیم میشه، زودتر هم به قول معروف حل میشه و میتونه شخص به زندگی عادی برگرده. ولی شکنجه های روانی که اثرش زیادی نداره، اینا معمولا اثرش مخربتره، یعنی نمود بیرونی نداره. چندانی نداره، یعنی دیده نمیشه همون لحظه، یعنی دیده نمیشه، شما نمیتونید مشاهده بکنید، شما نمیتونید اندازه بگیرید، شما نمیتونید روش تبلیغ بکنید، افکار عمومی رو متوجه بکنید، به کسی نشون بدید. ولی به خاطر همین دلیل هستم که حکومت ها یاد گرفتن که دیگه شکنجه جسمشون خیلی کم بکنن توی زندانی ها و روی شکنجه های روانی بیشتر تکیه میکنن. چرا؟ چون این جسم زندانی نیست که تسلیم میشه، این جسم زندانی نیست که آزار میبینه، این جسم زندانی نیست که تسلیم میگیره که همکاری بکنه، مثلا اعتراف کنه، این مغز زندانی هست که تصمیم میگیره. بنابراین این هم روانشناسایی داشتن بهشون کمک کردن که بهتره که ما از شیوه های دیگه استفاده بکنیم، شیوه های روانی استفاده کنیم. یکی از شیوه های روانی اینه که شخص رو همینطوری که خودتون گفتید، حالا یا چه در زندان چه در خونه، شخص رو از زندگی عادی جدا میکنن، میذارن توی قفس یا میذارن توی قوطی یا میذارن توی تابوت یا میذارن توی زندان بسیار کوچک که فقط زنده بمونه، نه هوا هست، نه عرض کنم نور خورشید هست، نه میتونن با کسی ملاقات بکنه. بنابراین اگر به این شکل باشه، این هیچ اثری روی بدن نمیذاره که ما بگیم که این زخمی شده، دست شکسته، پا شکسته.
شکنجه روانی محسوب میشه. پس شکنجه های روانی شکنجه هایی هستن که اثر دیرپاتاری دارن روی شخص، شخصی روی شخصیت، و به خاطر همینی که خانواده هایی که به بچه هاشون بیشتر سرزنش میکنن، بچه هاشون رو تحقیر میکنن، بچه هاشون رو بهشون امنیت نمیدن، با بچه ها اینوالو نیستن با یعنی درگیر نیستن با زندگیشون که بتونن یک رابطه دوستانه با بچه هاشون داشته باشن، خب اینا ها یه مقدار نیازهای روانی این بچه ها به اصطلاح برآورده نمیشه و این اگر ادامه پیدا بکنه خب این بچه ها این به اصطلاح چیز را این تأثیرهای منفی را نگه میدارن در خودشون، تلمبار میکنن و همینا هستن که بهترین کاندیدا هستن که بعدن در خدمت قدرت ها قرار بگیرند. عجب. و اون قدرت ها میان و همون چیزایی که بچه ها نداشتن تو خانواده بهشون میدن، میگن ما به شما امنیت میدیم، شما هر کاری میخواید بکنید شما مسئول نیستید و بنابراین خیلی راحت به شما قدرت میدیم. چرا؟ چون بچه تو خونه هیچ وقت قدرت نداشته که از خودش ابراز وجود بکنه، یعنی کسی نبوده، فقط باید مطیع میبوده. و برای این کار ما میایم خانواده ها را تقسیم میکنیم به چهار مدل، چه در اروپا چه در ایران ما چهار تا خانواده داریم که چهار مدل تربیتی متفاوت دارند و هر این چهار خانواده متفاوت بچه های متفاوتی را تحویل جامعه میدن که خب این یه بحث بیشتری میخواد که من روشن بکنم. آقای طلبی، این موضوع خیلی یعنی سالها و کتابها خیلی خیلی مفصلی هستش که اساساً مگه میشه آدمیزاد رو به فرمای شما دسته بندی کرد و طبقه بندی کرد که مثلا ما چهار نوع خانواده داریم یا چهار نوع تربیت داریم؟ اینها تربیت یا اون چیزی که در نهایت شخصیت یه آدم رو میسازه خیلی آیتما عناصر مختلفی درش سهیم هست. آیا به این سادگی میشه فرمول بندی کرد؟ خانواده ها رو بله، ما چهار، البته نمیشه هیچ اساسی 100% روی رفتاری که پدر و مادر با بچه از زمان تولد حتی قبل از تولد خدمتتون عرض بکنم که ما هر چی به مغز میدیم، اطلاعاتی که به مغز میدیم، بچه موقعی که متولد میشه که مغزش فعال نیست، رفتارش واسه مغزش کنترل نمیشه، هر چی دیگه پدر و مادر به بچه میدن یواش یواش در عرض 2 سال این ذخیره میکنه و در بچه در حدود 6-7 سالگی 95% رشد مغزش رو تمام کرده و در حدود 12-13 سالگی به 100% رشد مغزش رسیده. بنابراین هرچی بچه ها سنش کوچیک‌تر باشه اطلاعات رو بیشتر از خانواده میگیرن، خانواده اولین منبعی هست که این اطلاعات رو به بچه میده. مسئله مهم اینه که شما خیلی خوب مطرح کردید، تفاوت‌ها اینجا مطرح هست. در بعضی از کشورها، بعضی از فرهنگ‌ها وقتی که انسان‌ها متفاوت میشن یه برداشت دیگه از این تفاوت‌ها دارند. مثلا تفاوت‌ها منجر میشه به نابرابری. چون من سنم بالاتره و تو سنت کمتره، من باید به تو دستور بدم و تو هم اجازه نداری جواب من بدی، چون بچه هستی، تو هر چی که گفتن گوش بکن. خب این روابط همون روابطی که من گفتم، خانواده هایی که به اصطلاح خانواده هایی هستن که خیلی خشنن، یعنی از تعلیم و تربیت بچه‌شون واقعا یا اطلاع ندارن یا خود پدر و مادر اشکالاتی داره که بچه‌هاشون با این شکل تربیت میکنن. بنابراین من فکر میکنم که این حالا میخواید اون چهار فرمولی که به هر حال اکنون وجود داره، بله، چهار تا ما چهار ولی اینکه استثنا درش زیاد باشه، بله، اما به هر حال چند چهار تا ما مدل شناخته شده داریم در خانواده ها که چطور رفتارشون رو تنظیم میکنن با بچه هاشون و چطور انتظار دارن از بچه ها و چطور بچه ها رو آماده میکنن که اجتماعی بشن. و جالب اینه که این خانواده ها میتونن قسمت های مختلف مغز را فعال بکنن با رفتارهای خودشون. خیلی دقیق تر به شما بگم، خانواده هایی هست که اصطلاح انگلیسیش میگن authoritarian families، یعنی خانواده هایی که مستبده، دستور از بالا میاد، یک نفر اون بالا نشسته، بقیه فقط دستور را اجرا میکنن، تقریبا میشه خانواده سنتی پدرسالاری. البته نمیشه همشونم به این شکل گفت که تمام خانواده های پدرسالاری بچه هاشون را خشن تربیت میکنن. نه، اگر این رابطه از بالا به پایین باشه،
یعنی رابطه برابر نیست. بچه هیچ حقی نداره از خودش ابراز وجود بکنه، نیازهای بچه هم مورد توجه نیست، بنابراین هیچ توجه هم به نیاز بچه نمی کنه چون بچه هست. درست رابطه مرد و زن، تو زنی نباید این کار رو بکنی، من مرد هستم و من درباره تو چون دید متفاوت هستیم حقوقی متفاوت هم برامون، یعنی دقیقا همینجا این اختلاف ایجاد میشه. بعضی از سنت ها یا فرهنگ ها هستن که اختلافات رو خیلی قبول میکنن و میگن همه انسان ها مساوی هن. مثل فرانسه مثلا بعد از انقلاب کبیر فرانسه اولین بار این مطرح شد که انسان ها همه مساوی هن. چه زن چه مرد، چه سیاه چه سفید، تفاوت رو محملی برای تبعیض دیگه نگذاشتن. آفره. وقتی که متفاوت هستن باشن اما برابرن در برابر قانون. آقای طالبی ما سر ساعت 10 هستیم که باید وارد بخش خبر بشیم، ازتون دعوت میکنم دوشنبه دیگه هم دوشنبه ما واشنگتن و سه شنبه صبح ایران اینجا تشریف داشته باشین، توضیحاتونو ادامه بدید. قربان شما، خیلی متشکرم، ممنونم از شما که توجه کردید به این صحبت‌های من. و از شما نیز شنوندگان و بینندگان صدای آمریکا رادیو تماشا متشکریم از همراهیتون. با ما بمانید با بخش دوم خبرها.